به خبر شش از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها: تأکید مولوی عبدالکبیر بر گسترش روابط کابل با جهان. میگوید سازمان ملل، روسیه و چین از جمله سازمان ها و کشورهایی هستند که روابطشان با امارت اسلامی نسبت به گذشته افزایش یافته. چین، روسیه دا زموږ سره د ملل متحد د امنیت په شورا کې پوره همکاري کوي چې دا زموږ سره د هغوی سره سیاسي روابط دي. هغه له موږ نه تشویش نه لري، نو خود زموږ سره خپل سیاسي حمایه کوي. تلاش ها برای رسیدگی به اوضاع مهاجران افغان در ایران. در دیدار نماینده ویژه ایران با سرپرست وزارت مهاجران و عودت کنندگان توافق شده که هیئتی از کابل به هدف حل چالش های مهاجران افغان به ایران برود. دواړو لوریو په دې باندې توافق هم وشو چې په نږدې راتلونکي کې به یو پلاوی د مهاجرینو چارو وزارت ایران ته لاړ شي. ما در واقع به این خواست که کشورهای میزبان هیچ یک از افغانان را خلاف خواست جان اخراج نکنند ادامه میدهیم. خواست ها برای فراهم سازی زمینه کار به نابینایان همزمان با روز جهانی نابینایان. مشکل عمده ای که فعلا نابینا باش درگیر است و فرارای نابینایان است در مجموع کاریابی است که ما متاسفانه تحصیلکدهای بسیار زیادی را داریم که از کار محروم هستند. افزایش فارم های مرغداری در هرات. ریاست زراعت و مالداری این ولایت میگوید روزانه نزدیک به 1 میلیون تخم مرغ در هرات گردآوری می شود. و سفر یک وزیر خارجه هند پس از 9 سال به پاکستان به هدف شرکت در 23مین نشست سازمان همکاری های شانگهای. به نام خدا و سلام بر شما. امروز سه شنبه 24 ماه میزان است. من شمس همانی. وقت شما بخیر. وزارت داخله ادعاهای مقام های پاکستانی مبنی بر قاچاق اسلحه از افغانستان به این کشور را رد میکند. با گفته سخنگوی این وزارت، سلاح هایی که از تورخم وارد پاکستان شده مربوط به امارت اسلامی نبوده. پیش از این شمار از مقام های گمرک پاکستان گفته بود که سلاح ها و مهمات جامانده امریکا در افغانستان به ارزش بیش از 126 هزار دلار را در تورخم کشف و ضبط کرده اند. سخنگوی وزارت داخله ادعای مقام های پاکستانی درباره قاچاق اسلحه از افغانستان به این کشور را رد می کند و می گوید که قاچاق اسلحه که گویا از طریق تورخم وارد پاکستان گردیده مربوط به امارت اسلامی نبوده است. عبدالمتین قانی می افزاید که سلاح هایی که در اختیار ارگان های امنیتی و دفاعی امارت اسلامی قرار دارند محفوظ و در دیپوها نگهداری می شوند. رویداد قاچاق سلاح که گویا از طریق تورخم وارد کشور همسایه گردیده است مربوط به امارت اسلامی افغانستان نبوده و سلاحهایی که در اختیار ارگان های امنیتی و دفاعی امارت اسلامی افغانستان قرار دارند کاملا محفوظ و در دیپوهای کشور نگهداری می شوند و کسی حق دسترسی به آنها را ندارد. به گفته آقای قانی، قاچاق اسلحه در تمام کشورها وجود دارد و ممکن است این نوع سلاح‌ها در کشورهای دیگر از طریق بازارهای سیاه خریداری و به کشور دیگر قاچاق شود. پیش از این مسئولان گمرک پاکستان به رسانه های پاکستانی گفته بود که محموله ای از سلاح ها و مهمات ساخت امریکا به ارزش بیش از 126 هزار دلار که از افغانستان به این کشور انتقال می شود را در تورخم کشف و ضبط کردند. در قاچاق در مخنوی در پاره جزای قوانین معمول در بیخی معمول خبر در اغازه که وزکیگی او اصله چه سب شویده راجستر شویده در اغازه پاره پختنه کیگی چه ترشو پره در اسلحه په اصله سره قاچاق شو بیرون ته ونوځي. دولت باید دغه خلک په نخه کې په هغه ساحاتو کې چې دوی فعال دي هغه ځای تر کنټرول لاندې راولي او وروسته بیا په داسې کېږي چې هیڅوک به هم د دې زړه نخه کوي چې دوی څه وکړي اصلحې قاچاقي هغوی دې په سختو سزا ورسولی شي. سخنگوی وزارت داخله همچنان تاکید می کند که جلوگیری از خرید، فروش و قاچاق سلاح از افغانستان برای امارت اسلامی اولویت مهم است و بخش های کشفی و اطلاعاتی موظف گردیدند تا کسانی را که دست به چنین کار می زنند شناسایی، بازداشت و به پنجه قانون بسپارند.
مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست وزرا که در نشستی در کاپیسا سخن می گفت افزود که روابط امارت اسلامی در با جهان در حال گسترش است و همکنون 40 نمایندگی امارت اسلامی در کشورهای گوناگون فعال است. او همچنان می افزاید که سازمان ملل متحد، روسیه و چین از جمله سازمان ها و کشورهایی هستند که روابط سیاسیشان با امارت اسلامی نسبت به گذشته بیشتر افزایش یافته. اما لوی درستیس وزارت دفاع در این نشست به خاطر خاموشی نهادها و سازمان های دفاع از حقوق بشر از جنگ اسرائیل در برابر غزه انتقاد کرده، شعار و فعالیت های این سازمان ها و نهادها برای دفاع از حقوق بشر را دروغ می داند. چین، روسیه، داز منصره، در ملل متحد، در امنیت فشورا که پرا همکاری کهی چه داد منصره در غوی سر سیاسی روابط دی اقل منگ نتشویش نلاری نخود داد منصره خبر سیاسی حمایه کهی متاسف استیم بر اون سازمان های دروغین حقوق بشری که روزانه اطفال، زنها، مویسفیدان مسلمان ها در غزه و لبنان زیر آواره گیر میمانند. صدای از نقض حقوق بشر اونجا بالا نمیکنند. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین امریکا برای افغانستان از برگزاری جرگه قومی از سوی جنبش حفاظت از پشتونها در خیبر پختونخوا ستایش کرد. او در اکس نوشت که اکنون قضاوت زود است که واکنش پاکستان چه خواهد بود، اما احتمال می رود که منفی باشد. خلیلزاد افزود که جنبش حفاظت از پشتونها پس از یک مبارزه طولانی چند روز خوبی را تجربه کرده. در دیدار نماینده ویژه ایران با سرپرست وزارت مهاجران و عودت کنندگان توافق شده که هیئتی از کابل به هدف حل چالش های مهاجران افغان به ایران برود. سرپرست وزارت مهاجران و عودت کنندگان در این دیدار گفته که امارت اسلامی تصمیم دارد تا مهاجران افغان از ایران را به افغانستان انتقال دهد، اما این کار به برنامه مشترک نیاز دارد. سرپرست وزارت مهاجران و عودت کنندگان در دیدار با سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان گفته که امارت اسلامی تصمیم به برگشت مهاجران افغان از ایران به کشور دارد، اما این کار نیازمند یک برنامه مشترک است. وزارت مهاجران و عودت کنندگان به نقل از حسن کاظمی قومی نوشته که وی در این دیدار برخورد نادرست با مهاجران افغان را تبلیغات حلقات مخالف خوانده و افزوده که کشورش به همه حقوق مهاجران متحد است. در این نشست همچنان توافق شده تا هیئت از وزارت مهاجران به منظور حل چالش های مهاجران افغان در ایران به این کشور سفر کند. په ناسته کې د دواړو لوریو په دې باندې توافق هم وشو چې په نږدې راتلونکي کې به یو پلاوی د مهاجرینو چارو وزارت ایران ته لاړ شي او هلته به د مهاجرینو ستونزې له نږدې وګوري او له ایراني چارواکو سره به د هغې په حل لارو باندې خبرې وکړي. در سوی دیگر نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران گفته که به منظور کاهش تعداد زندانیان ادبای افغان در ایران و دنبال توافق با حکومت سرپرست برای انتقال محکومان قضایی دو کشور است. به گزارش رسانه های ایرانی، عثمان سالاری حین بازدید از جریان کار ساخت یک زندان در تایباد گفته که شمار زیادی از زندانیان در زندان تایباد ادبای افغانستانی هستند. وزارت خارجه باید وقتی که کشورهای میزبان تصمیم به اخراج های اجباری مهاجرین میگیرن، تنها کاری که این وزارت انجام میده توسل با دیپلماسی برای تمدید اقامت و چالش های مهاجرین باید تلاش لازم به خرج بدن. پیش از این امارت اسلامی از تهران خواسته بود تا شهروندان افغانستان که به جرمهای گوناگون در زندانهای این کشور به سر میبرند را به کابل بسپارد تا آنان بر بنیاد قوانین افغانستان به کیفر برسند. در سوی دیگر کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید برای پشتیبانی از حقوق مهاجران افغان در ایران و پاکستان ادامه میدهند. فلیپو گراندی از همه کشورهای میزبان مهاجر افغان میخواهد که آنان را به گونه اجباری اخراج نکند. در 75 نشست پناهندگان سازمان ملل متحد، کمیشنر عالی این سازمان میگوید با ایران و پاکستان به کار برای پشتیبانی از مهاجران افغان و این دو کشور میزبان ادامه میدهند. فلیپو گراندی از تمامی کشورهای میزبان مهاجران میخواهد که افغانان را به اجبار از کشورشان اخراج نکنند.
We continue in fact to appeal to ما در واقع به این خواست که کشورهای میزبان هیچ یک از افغانان را خلاف خواست جان اخراج نکنند ادامه می‌دهیم. ما به کار با ایران و پاکستان که هر دو دهه‌ها از مهاجران افغان میزبانی کردند برای حفظ فضای حفاظتی و یافتن راه‌های بسیج حمایت بیشتر از مهاجران و کشور میزبان ادامه می‌دهیم. برخی از آگاهان امور مهاجرت میگویند که سازمان ملل با ایجاد راهکاری برای حل چالش های مهاجران فاقد اسناد قانونی می توانند در حمایت از آنها نقش موثری داشته باشند. آن عده از مهاجران که مایل به برگشت به افغانستان هستند باید با تسهیلات که سوی سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM انجام میشه به صورت محترمانه به کشور برگردد. سازمان ملل می تانه بسیار مشکلات مهاجران افغان خصوصا در پاکستان ایران که است او را حل بکنه، به خاطر که در اواخر ما میبینیم که زیاد ظلم و ستم از طرف مسئولین در دو کشور در حق افغان ها میشه. این در حال است که پیش از این مدیر کل اتباع و مهاجران خراسان رضوی ایران گفته بود که بیش از 2700 مهاجر غیرقانونی افغان را در 6 ماه گذشته از این کشور اخراج کردند. از روز جهانی نابینایان در مراسم در کابل گرامی داشت شد. مسئولان برگزار کننده میگویند نابینایان در جوامع امروزی با چالش های فراوانی روبرو هستند. همزمان با این شماری از نابینایان در این روز از مسئولان در حکومت سرپرست خواهان فراهمسازی زمینه کار هستند. یک مؤسسه خدماتی نابینایان امروز مراسم را به هدف تجلیل از روز جهانی نابینایان در کابل برگزار کرد. مسئولان برگزار کننده این مراسم میگویند که نابینایان در جامعه امروزی با چالش‌های زیادی همچون چالش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عدم دسترسی به کار مواجهند. چالش بدی که برای نابینایان ما وجود دارد، چالش فرهنگی است که از خانواده شروع تا جامعه. استفاده الفاظ بد، استفاده الفاظ معیوب به نابینایان عزیز ما. من میخواهم اینجا اشاره کنم که معیوب و معلول فرق بزرگ دارند. معلولیت بینایی معلولیت رایگان که یک شخص و یا فرد از اثر عوامل طبیعی، حادثات، مریضی ها دید چشمان خود را به طور مکمل و یا فیزدی کمتر از دست میدهد. همزمان با این رئیس مرکز اجتماعی معلولان در این مراسم میگوید جنگ ها، سنت ها، انعنات، عدم توجه سازمان های حمایوی معلولان و بی‌توجهی دولت ها باعث افزایش افراد دارای معلولیت در جامعه میگردد. سنت ها، انعنات، بعضی رواج هایی که از واکسین جلوگیری میکنه، از تداوی جلوگیری میکنه یا بی‌تفاوتی های در رابطه به حفظ محیط زیست است هنوز هم به تعداد این معلولین میافزاید. همزمان با این شماری از نابینایان در این روز از برخوردهای نادرست افراد جامعه انتقاد دارند و از مسئولان در حکومت سرپرست می خواهند تا برای نابینایان در جامعه زمینه کاری را فراهم سازند. بعضی ها با نابینا رفتار درست نمی کنند. مثال وقتی ما در سرک هستیم یا در جایی میره مثال میگه که شما میگهد از الفاظ خوب استعمال نمیکنه. مشکل عمده ای که فعلا نابینا باش درگیر است و فرارای نابینایان است در مجموع کاریابی است که ما متاسفانه تحصیلکدهای بسیار زیادی را داریم که از کار محروم هستند، کار درست حسابی ندارند و هیچ کار ندارند، بعضیشان بیکار هستند. این در حالی است که پیش از این نیز شماری از نابینایان در کشور از عدم رسیدگی به چالش هایشان از سوی حکومت و نهادها شکایت داشتند. سازمان جهانی بهداشت گزارش داده که در 9 ماه سال جاری میلادی بیش از 700,000 کودک در کشور به سوء تغذیه دچار شده اند. بر بنیاد یک گزارش این سازمان، سیستم بهداشت افغانستان با چالش های قابل توجه چون دسترسی نابرابری به خدمات به ویژه در بخش های دوردست، کمبود متخصصین و دسترسی محدود به خدمات با کیفیت روبروست. نواسه اش را از بهره درمان بیماری سوء تغذیه به کابل آورده است. میگوید که عدم رسیدگی درست و کمبود خوراک مناسب این کودک را بیمار ساخته و پای این خانواده را از کاپیسا به یک مرکز درمانی در کابل کشانیده است. باز از شیر که گرفت شد دخترک دیگه روز خوبی را روز به روز تغییر کرده را. این حال دیگه اینجا آوردیم چه از دین روزم میره بودنی خدا قطعشمش باز شده خوب است.
سازمان جهانی بهداشت از مبتلا شدن 700 هزار کودک به سوی تغذیه حاد از آغاز سال جاری تا ماه سپتامبر گزارش داده است. در گزارش این سازمان آمده که این کودکان به خدمات بهداشتی حیاتی نیز دسترسی ندارند و از این میان 27600 کودک نیازمند بستر شدن بودند. این سازمان همچنان آمار داده که 1.3 میلیون کودک زیر 5 سال و 470 هزار مادر حامله و شیرده نیز به این بیماری مبتلا شده. ما مریض سوی تغذیه داریم. ما در حدود 20 بستر برای مریضای سوی تغذیه داریم که گاهی حتی از 20 بستر زیادتر مریض بستر میکنیم. در حدود 30 و بالاتر حتی تو یاد میاد که در هر بستر ما 2 مریض هم داشتیم. در بخش دیگر این گزارش آمده که سیستم بهداشت افغانستان با چالش‌های قابل توجه چون عدم دسترسی به خدمات بهداشتی معیاری به ویژه در بخش‌های دوردست، کمبود متخصصین، دسترسی محدود به خدمات با کیفیت و شیوع بیماری‌های ساری نیز دست و پنجه نرم می‌کند. به گفته این نهاد، شرایط در زمستان سبب تشدید چالش‌ها در بخش سلامت کودکان و سالمندان خواهد شد. افغانستان ما سراغ داریم که زمانی که برفباری میشه و یا ایست که هوا سرد میشه، متاسفانه که راه های عبور و مرور برای مراکز ولایات و ایست که برای کابل هم دشوار است. بنابراین سازمان سی جهان نیاز داره که برای فعلا که حداقل راه ها باز است، کلینیک ها و شفاخانه های نقاط دورتست افغانستان را حمایت بکنند. در این گزارش نیز ذکر شده که سازمان ملل توانسته تنها 25% از بودجه سال 2024 میلادی این نهاد را از بهر ارائه کمک‌های بشری و بهداشتی و کمک‌های گوناگون در افغانستان به دست بیاورد. یک بار دیگر خوش آمدید. ریاست زراعت و مالداری هرات میگوید با افزایش فرم‌های مرغداری تولید تخم مرغ در این ولایت نیز به گونه چشمگیری بیشتر شده. بر بنیاد آمارهای این اداره روزانه نزدیک به 1 میلیون تخم مرغ در این ولایت گردآوری می‌شود. شماری از فارمداران در هرات میگویند واردات تخم مرغ بی کیفیت از ایران هنوز هم یک چالش جدی در برابر آنان است. این یکی از بزرگترین فرم‌های تولید تخم مرغ در هرات است. در ماه‌های پسین به خاطر افزایش فرم‌های مرغداری در هرات، تولید تخم مرغ نیز در این ولایت افزایش یافته است. هوا گرم که مصرف تخم مرغ کمتر تا 60% ما تولید خودکفا هستیم. با هوا گرمی و هوا سرد که مصرف تخم مرغ زیاد میشه 40% میتونیم ما تمام افغانستان تخم مرغ بدیم. بر بنیاد آمارهای ریاست زراعت و مالداری هرات روزانه تا حدود 1 میلیون تخم مرغ در این ولایت گرد آوری می شود. تقریبا روزانه 2000 کارتن اگه در هرات ولایت صادریش در هرات سخه نور ولایت تلک پرا و هلمن و کندهار و سو تر کابل و جلال آباد پوری هم در دغزاگی سخه در هرات سخه اگه صادریش. به های هر تخم مرغ داخلی در بازارهای هرات 8 افغانی است. با گفته شماری از تولید کنندگان تخم مرغ در هرات، واردات تخم مرغ بی کیفیت از ایران یک مشکل جدی است و بر تولیدات داخلی سایه انداخته است. اگر تعرفه یک مقدار بالاتر بره، تعرفه گمرکی تخم مرغ بی کیفیت و معمولا فاسد شده ای که اکثرا فاسد شده وارد میشه جلو از اینو گرفته بشه. پیش از این وزارت صنعت و تجارت گفته است که با افزایش محصول گمرکی تخم مرغ وارداتی از ایران از واردات بیروی آن جلوگیری کرده است. تقریبا بیشتر از 150,000 نفر در این سکتور کار میکنه. واردات بیرویه ای که از خارج بود او را تحت حمایه و پوشش تعرفه های حمایه خود قرار دادیم. بر بنیاد آمارهای ریاست زراعت و مالداری هرات، نزدیک به 60 فارم مرغداری در این ولایت فعالیت دارند. برخی از این فارم ها اخیراً به گونه معیاری ساخته شده و برای صدها تن فرصت کار فراهم ساخته است. ارگ میگوید در 8مین جلسه کابینه امارت اسلامی روی چگونگی جلوگیری از واردات تیل بی کیفیت به کشور گفتگو شده. معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید در این جلسه مسئولیت بررسی همه‌جانبه درباره جلوگیری از واردات تیل از سوی رئیس الوزراء بر ریاست نظارت از احکام و فرامین امارت اسلامی
واگذار شده. با این حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری با تأکید بر واردات کالاهای با کیفیت بلند میگوید واردات مواد سوختی بی کیفیت سبب رقابت ناسالم میان بازرگانان میشود. رسیدیم به پایان خبر شش، تا دقایق دیگر در فراخبر برمیگردیم.